مرحوم جدم در سال 1313 قمری متولد شده در نجف اشرف. حالا شمسی شو بعد 1270 و چند قمر شمسی میشه 1274 شمسی. اون خودتون دیگه بله. حساب بکنید. بله. 1313 قمری هست که ایشون در نجف 1274 شمسی حدودا میشه. بله. والد ایشون آسد جعفر را اجمالا عرض کردم که داماد آسم احمد حسن ماماقانی بوده. اه. که در جوانی ایشون کسالتی پیدا میکنن و در کاظمین به رحمت خدا میرن. والده ایشون باز خانم بسیار مجلله ای بوده، یعنی دختر آسم محمد حسن ماماقانی که آشق عبدالله ماماقانی از خواهرش عاشق عبدالله ماماقانی از خواهرش تجلیل میکنه در کتابی که در احوالات آشق احمد حسن ماماقانی نوشته به نام مخزن المعانی. مخزن المعانی در اونجا اولاد آشق محمد حسن رو بیان میکنه، از این خواهر خیلی تجلیل میکنه. و من از بزرگترهای مقدار از احوالات ایشون رو شنیدم که اون هم باز خانم مجلله ای بوده، خیلی مقام خوبی داشته در بین خانوم های اون زمان نجف اشرف. اساتید سطوح آقای میلانی در نجف اشرف عمدتا آمرزعلی ایروانی بوده من. که حاشیه دارن بر کفایه، حاشیه دارن بر مکاسب من. و شیخ ابوالقاسم مامقانی بوده. شیخ ابوالقاسم مامقانی فرزند دیگر عاشق محمد حسن مامقانیه که از اساتید بزرگ نجف بوده و ایشون پیش ایشون حاضر می شدن در سطوح فقه و اصول و اساتید دیگری هم در سطوح داشته. اما در درس خارج اساتید ایشون یعنی آقای میلانی در نجف اشرف شیخ الشریعه بوده و میرزای نائینی بوده، آسو محمد حسین اصفهانی ایشون بوده، عرض کنم که و آغازی های عراقی، اینا اساتید بزرگ درس خارج آقای میلانی بودن در نجف اشرف. در تفسیر و کلام ایشون شاگرد آسو محمد جواد بلاغی بودن. در اخلاق جلسات آقای آسد علی قاضی طباطبایی حاضر می شدن و سید عبدالغفار مازندرانی. اینا این دو بزرگ در نجف جلسه داشتن که البته اول درس آقای قاضی طباطبایی حاضر می شدن، از اونجا ایشون منتقل شدن به جلسه درس آقای سید عبدالغفار مازندرانی که سر این انتقال را من هنوز نفهمیدم چیه که چطور شد از اونجا ایشون آمدن اینجا، چون این دو نفر با هم در عرض کنم که مطالبشون که ان با هم اختلاف سلیقه‌ای داشتند و مسلکشون مختلف بوده، هر چی بوده که ایشون آمدن به درس سید عبدالغفار مازندرانی. نامه هایی از سید عبدالغفار مازندرانی برای آقای میلانی ما داریم الان، بعضی از اون نامه ها را که در اون نامه ها هم باز تذکراتی به آقای میلانی ایشون داده همون جهات اخلاقی و اینها. ایشون یعنی آقای میلانی در حدیث و در تفسیر و در بعضی از علوم دیگر هم تبحر داشته که در حوزه علمیه کربلا که عرض خواهم کرد ایشون علاوه بر فقه و اصول تفسیر هم میگفته و شاگردانی داشته در تفسیر. ببینید حالا انشاءالله خواهیم رسید کرد. چون فضای کربلا اون زمان با فلسفه و شاید تفسیر و یعنی فضایل خیر فقه و اصولی غیر از فقه و اصول تقریبا بیگانه بود، شاید این نکته حائز اهمیت هست. بله بله ایشون تفسیر میگفتن و حالا عرض خواهم کرد که بخشی از تفسیر ایشون رو پیدا کردیم ولی اکثرش رو پیدا نکردیم. حالا اشاره خواهم کرد. بله. شاگردان خوبی ایشون داشتند چه در نجف چه در کربلا چه در مشهد.
به خاطر اینکه ایشون 40 سال تقریبا در نجف بودن، 20 سال تقریبا در کربلا، 20 سال تقریبا در مشهد که ایشون 82 سال بود که فوت کردن سنشون. مثلا در نجف از شاگردان مبرز ایشون آشو محمد مظفر بوده، آشو محمد تقی ایروانی بوده، سید یوسف حکیم بوده، این طبقه شاگردان ایشون بودن که معروف هست درس ایشون در نجف اشرف و تدریسشون. آقای بهجت از شاگردای ایشون بوده در نجف، بله. آقای آشعری کاشوقلتا از شاگردای ایشون در نجف و از این قبیل که حالا من اسم چند نفر را فقط آوردم از باب نمونه که اینا معروفترین شاگردان ایشون هستن. از معروفترین شاگردان ایشون در کربلا حاجا حسن قومی بوده، حاجا تقی قومی، آقای حسن قومی که در مشهد بودن، آقای تقی قومی که در قم بودن و آسد عبدالرضای شهرستانی و آسد مصطفی اعتماد و آسد محمد شیرازی، عرض کنم که شیخ محمد حسین صدیقی مازندرانی، سید محسن جلالی کشمیری، شیخ محمد شاهرودی، اینا فضلای کربلا بودن که بعد از ایشون در کربلا از مدرسین بودن که حالا عرض خواهم کرد که بنده دروسی را که در کربلا خوندم پیش اینا خوندم، در یعنی در نزد شاگردان جدشون جدن، بله. و در مشهد هم شاگردان زیادی داشتن که آقای سید ابراهیم علم الهدا معروف ترین شاگرد ایشون بوده، آسد ابراهیم طبرسی حجازی از شاگردان خوب ایشون بوده، آقای آسد حسین شمس که الان ایشون هستن در قم، عرض کنم به خدمتتون که و از شاگردان ایشون آقای رضازاده بوده که الان ایشون هستن در مشهد و جمعی باز از علمای بزرگ و مدرسین مشهد شاگردان ایشون هستن و حوزه مشهد را ایشون فی الواقع احیا کردن که اونم باز شرحی داره که در مشهد ایشون خیلی اثرگذار بوده رفتنشون و موندنشون در مشهد و کارهایی که در مشهد انجام دادن.